که سوال این بود که چیکار بکنیم که پرفورمنس بره بالا و به خصوص با این عددهایی که اینجا داریم، یعنی چی رو میشه بهبود داد یا با چه روشی میشه این اکسس تایم ها رو کاهش داد. یه راه حلی که پیشنهاد کردن این بود که سعی بکنیم فایل ها رو جوری بگذاریم که توی این شکلی که اینجا داریم در واقع اینا به صورت پشت سر هم قرار بگیرن، یعنی چندین سکتور متوالی اگر باشه، خب هد ما اگه اومد سر این سکتور میتونه بلافاصله پشت سر این بقیه هم بخونه بره. خب خیلی خوبه اگر بشه و قبلا هم میشد واقعا، یعنی دیسکای قدیمی‌تر اگر نگاه بکنید این اتفاق میافتاد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شماره سکتور عملا شماره فیزیکی سکتور در اختیار سیستم عامل بود. سیستم عامل وقتی میگفت برو رو فلان جا بنویس، واقعا دیسک میرفت همونجا مینوشت. اتفاقی افتاده تو کنترلر جدید این است که تقریبا همشون از یه نگاشت مجازی استفاده میکنن، یعنی شماره سکتوری که شما به دیسک میدید واسه نوشتن یا خواندن شماره فیزیکی نیست، در نتیجه نگاشتی اون وسط انجام میشه و واقعا شما نمیدونید که لزوما در واقع دو تا سکتور متوالی لزوما فیزیکی پشت سر هم نیستن. یه دلیلی هم که اینو گذاشتن این است که اگه نگاه کرده باشین باز دیسک‌های جدید تقریبا همشون این امکانو دارن که اگر که یک تعدادی از سکتوراشون خراب شد در واقع بیان اینو جایگزین بکنن دیگه. یه سکتور خراب از دید سیستم عامل یه شماره لاجیکال داره، این شماره منطقی ثابت باقی میمونه ولی نگاشت داخلیش از طرف دیسک کنترل عوض میشه، در نتیجه میره یه جای دیگه نوشته میشه، نتیجه شما اصلا متوجه نمیشین. دیده باشین دیسک‌های جدید خیلی کمتر خراب میشن به نسبت قدیم، یه دلیلش همینه. در نتیجه حالا اشکالش این است که اون کارو نمیشه کرد. یه بزرگتر کم و بیش این کار الان تا جایی که دیدیم سکتورها گفتیم 512 بایتی بودند، الان داره میره سراغ 4K، منتها خب هنوز کاملا جا نیافتاده. بله تا حدی این راه حل میتونه کمک بکنه. ایده ای از چیزایی که توی مموری سیستم خوندیم به ذهنتون نمیرسه؟ بله یکی چیزی گفت فکر کنم چی بود؟ محلی بودن دسترسی ها کمک نمیکنه؟ محلی بودن دسترسی ها اینجا چطوری میتونه به دردمون بخوره؟ بازم این قانون محلی بودن دسترسی ها کم و بیش همه جا دیده میشه تو کامپیوتر. اینجا هم شما عملا میتونید اینطوری فرض بکنید که بیشتر اگر به یه فایل دسترسی پیدا کردید عملا از اون قانون محلی بودن دسترسی ها میشه این نتیجه گرفت که احتمالا دوباره به همون فایل دسترسی خواهید داشت، یا اگر یه بلاکی رو عوض کردین یا خوندین احتمالا به زودی دوباره همون بلاک رو میخواید بخونید یا عوضش بکنید. پس خوب چیکارش بکنیم؟ کشش کنیم دیگه. کش کنترلر دیسک ها این روزا تیک کش داره، بیشتر وقتی بباشین کنار دیسک که میخرید می نیست مثلا 8 کی یا چند مگ کش، اون کش همین کارو میکنه. در واقع یه مموری سریع هست که اونجا قرار میگیره دیگه، شما لازم نیست واقعا، یعنی در واقع روتیشنال لیتنسی و سیک لیتنسی هر دو تا رو عملا حذف میکنه، در نتیجه اکسس تایمتون واقعا خیلی کمتر از این عدد میتونه بشه بسته به اینکه چه مقدار محلی هست دسترسیاتون. خیلی خوب راجع به اینا صحبت کردیم. حالا چند تا استانداردی که فقط راجع تو دیسکا هست، استاندارد قدیمتر دیسکا اگه دیده باشین اگه هارد دیسک رو باز کرده باشین پشتش می‌بینید یه اینترفیسی داره، تعداد زیادی پین بوده، 40 تا پین بود، اون استاندارد ATA بود، الان به صورت سریال تبدیل شده. باز دیسک رو نگاه کنید پشتش یه کابل هست که تعداد پین خیلی کمتری داره، سریال همون اینترفیس تبدیل شده به روش سریال. این نکته هم همینجا بگم که بیشتر باس‌ها این روزا به سمت سریال شدن حرکت کردن، حالا جلوتر باز راجع به باس‌های دیگه هم صحبت می‌کنیم توی سیستممون. باس‌ها قبلا بیشتر به سمت این بود که پارالل باشن، مثلا 8 بیت یا میگن 16 بیت بعد 16 32 64 الی آخر. چرا؟ چون فکر می‌کردن که اینطوری شما یعنی درست هم بود از یه جهتی، میگفتن که خب اینطوری شما در هر عملیات تعداد بیشتری بیت رو منتقل می‌کنید، اما مشکل این بود که این بیت‌ها رو هم دیگه تاثیر می‌گذاشت و تأخیر سیم‌ها با هم دیگه برابر نبود. شما مثلا قبلا 8 تا سیم داشتید حالا میشه 64 تا سیم، تأخیر اینا با هم دیگه برابر نیست، شما ناچارید همزمان با کندترین عمل کنید، در نتیجه کل سیستمتون میتونه کند بشه. روش رفتن به سمت اینکه سریال باشه، در نتیجه مثلا تو همین استاندارد آتا که تعداد زیادی پین بود اینو برداشتن بهش سریالش رو گذاشتن، در نتیجه فرکانس کاریتون میتونید خیلی ببرید بالاتر، تعداد بیتاتون کم میشه ولی فرکانستون انقدر میره بالا که میتونید سرعت
بالاتری به دست بیاریم. یه استاندارد جا افتاده دیگه در دیسکو هم اسکازی هست، اسکازی خونده میشه، این یه استاندارد قدیمی تر هست. اون دوتا دیگه آتا و ساتا بیشتر تو پی سی ها استفاده میشدن، اینا تو مین فریم ها هم از قبل بودن، همچنان هم هستن و توی کامپیوترهای امروزی هم دیگه زیاد دیده میشه. خیلی خوب، حالا از دیسک بگذاریم، گام بعدی یا در واقع اگه بخوایم ببینیم که رقیب اصلی دیسک چی هست، فلش مموری رو میشه معرفی کرد. ابزارهای مختلفی واسه جایگزینی دیسکا اومدن ولی هیچ کدوم واقعا موفق نشدن، هنوز در واقع هیچ کدومشون نتونستن بازار رو کامل بگیرن. یه دلیلش هم این بود که خود دیسکا به سرعت داشتن پیشرفت میکردن، هم سرعتشون رفت بالا، تعداد اون صفحات مغناطیسیشون رفت بالا، کشف توشون گذاشتن، همه چیز خوب شد. فلش مموری اما چند تا مزیت داره که این روزا دیگه زیاد میبینید دیگه، از MP3 پلیر بگیرید تا حتی لپتاپا، حتی یواش یواش سرورها، خیلی زیادشون از فلش مموری استفاده میکنن. فلش مزیت بزرگی که داره این است که مثل در واقع مموریه، همونطور که شما توی مموری میتونید بنویسید و بخونید، اینجا هم عملا میتونید همون کار رو بکنید و مشابه مموری هم شما در واقع دستگاه الکترونیکی دارید. این خیلی مهمه. فلش مموری از لحاظ ساختار داخلی معمولا به شکل تعدادی صفحه میتونید نگاهش بکنید که این صفحات حداقل یا کوچکترین جزئی هستن که شما میتونید عملیات خواندن و نوشتن در موردشون انجام بدید. اونطور همونطور گفتم الکترونیکی هست، یه مثل مموری، در نتیجه برخلاف دیسک که با لرزیدن میتونست خراب بشه، در اینکه یه جزء مکانیکی داشت و مصرف توانش هم زیاد بود، اینجا دیگه اون جزء وجود نداره. مصرف توانش هم خیلی کمتر هست به دلیل اینکه یک جزء نیمه هادی هست، اونجا بعد شما اون دیسکو میچرخوندین، خود چرخش اون موتوری که میخواست سرعت دیسکو به 15000 دور برسونه قسمت زیادی مصرف توان از خودش نشون میده. اما حالا که مموری اومده این شکلی شده، تمام اون مزایا رو داره، اشکال عمدهش فقط قیمتش هست. قیمت روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، به نظر میاد آینده تا حد زیادی به سمت این فلش ها حرکت بکنه. اگر به صورت آمار بخواید نگاه کنید، از لحاظ سرعت تقریبا 10-100 تا 1000 برابر سریع‌تر هستن به نسبت دیسک ها. مشابه همین اطلاعات رو در واقع میتونید توی روی لپتاپ ها ببینید دیگه، قیمت لپتاپ ها رو نگاه بکنید، اونایی که از SSD استفاده میکنن از لحاظ قیمت کاملا مشهود هستن، از لحاظ سرعت هم به همین ترتیب میبینید و کامپیوتر وقتی روشن میکنید به سرعت بوت میشه. خب اون نشان دهنده این است که دیسکش داره سریعتر عمل میکنه. این مثلا یه دونه فلش دیسک هست که اگه داخلش رو بخواید نگاه بکنید، دو تا تیکه داره، یه چیپ که چیپ مربوط به فلش مموریشه، معمولا چیپ بزرگتریه، یه کنترلر هم کنار این قرار گرفته که عملیات مپینگ رو انجام میده. یعنی در واقع از دید کامپیوتر اینجا یه پورت یو اس بی مثلا قرار گرفته، از دید کامپیوتر این مثل یه دیسک داره عمل میکنه، پس یه مپینگ اینجا باید وجود داشته باشه که بیاد اینو تبدیل بکنه به آدرس هایی روی فلش مموری. خود این فلش مموری دو نوع داره، یه نوع بهش میگن نور، یکی رو میگن نند. نور فلش و نند فلش از لحاظ ساختار داخلی با هم دیگه فرق دارن، یعنی ساختار اون بیت ها، کوچکترین بیت هاشون، هر کدوم از اینا رو میگیم یه پیج. داخل این پیج هم شما تعداد زیادی بیت دارید دیگه، تعداد زیادی بیت به همین طرف تکرار شده. اون بیت ساختار داخلی چطوریه؟ اگر شبیه گیت نور باشه، نوع فلش مموری رو میگیم نور، اگر شبیه گیت نند باشه میشه فلش مموری از نوع نند. و ممکنه بگی خب نور و نند فرقشون چیه؟ تو درس VLSI راجع به جزئیاتش صحبت میشه، ما نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. از دید ما چی اهمیت داره؟ نور سریع‌تره ولی گرون‌تره، نند کنتره ولی تو سایز بزرگتر میشه ساختش. در نتیجه دیسکایی که شما استفاده میکنید، فلش مموریایی که استفاده میکنید، تقریبا همشون از نوع نند هستن، همشون از اون نندن که قیمت بسیار پایین تری داره. نور تقریبا بیش از 10-15 برابر گرونتر هست. در عوض میتونه کجا استفاده بشه؟ جایی که شما سرعت بالاتر میخواید، مثلا میتونه برای بایاس استفاده بشه یا برای جایی که میخواید اینستراکشن مموری یک سیستم رو طراحی بکنید و به صورت فلش مموری باشه. تفاوت سرعتشون تو اسکیل
مثلا حدود 5-6 کاملا بستگی داره که شما محصول کدوم کارخونه رو با کدوم کارخونه مقایسه بکنی، مال چه سالی باشه، عددا خیلی فرق میکنه، ولی حدودی بخوای مثلا اسکیل تو ذهن داشته باشین در حد 4-5-6 برابر. یه سری عدد تو کتاب ذکر شده، اگه بخوای به عنوان مرجع نگاه بکنی میتونست. منتها نکته مهم، نکته خیلی مهمی که در مورد فلش مموری هست، باید توجه بکنید که این پیج این وسط خیلی نقش داره. فلش مموری برخلاف بقیه مموری هایی که تا الان مطالعه کردیم نمیتونه موقع نوشتن فقط به صورت پیج به پیج میتونه نوشته بشه، یعنی شما خوندنتون مشکلی نداره، هر چیزی میتونید بخونید، ولی وقتی میخواید بنویسید نمیتونید یه بایت رو این وسط بنویسید، کل این پیج رو باید بنویسید. پس بعد وقتی میخواید یه بایت رو این وسط عوض بکنید، این پیج خونده بشه، اون بایت عوض بشه، دوباره این رایت بشه. و مشکل دیگه هم این است که تعداد نوشتن ها محدوده، معمولا در حد 10 به توان 5 تا 6 بار میتونید روی هر پیج بنویسید، بعد از اون دیگه اون پیج خراب میشه. در واقع اگه بریم تو نامگذاری که تو دیسکا داشتیم، یه جوری مثل بد سکتور محسوب میشه دیگه، اون قسمت قابل نوشتن نیست. پس حالا باید چیکار بکنیم که این بد سکتور ها دیده نشن؟ بازم برای نگاش داشته باشیم، این نگاش مجازی، یعنی از دید سیستم عامل، از دید نرم افزاری که داره با این مجموعه کار میکنه، باید یه دستگاه نگاشتی وجود داشته باشه که آدرس ها یا شماره مثلا سکتوری که ارائه میشه مپ بشود حالا به یه پیج جدید. پس اگر یکی خراب شد میریم روی یه جای دیگه مینویسیم. غیر از این یه کار دیگه هم باید انجام بدیم، بهش میگن مسطح کردن استهلاک، ویر لولینگ. این که ما وقتی یه تعداد باری روی هر کدوم از این پیج ها می نویسیم، در واقع مستهلکشون میکنیم دیگه، استهلاک اینجا داره ایجاد میشه. 100,000 بار میشه روی این نوشت، ما 1,000 بار نوشتیم یواشاش مستهلک شده. خب اگر همه نوشتنمون روی این پیج باشه این به صورت خراب میشه، باز برای پیج‌های بعدی هم همینطور. اما اگر بتونیم این نوشتنا رو پخش بکنیم جوری که کم و بیش همه با هم دیگه خراب بشن، میتونیم عمر سیستمو خیلی ببریم بالاتر. چرا؟ چون در نهایت شما یه تعداد محدودی از این پیج ها دارید، حتی اگر از اون نگاشت و تعویض نگاشت هم استفاده بکنید، این خراب بشه بعد به سرعت بعدیش هم خراب بشه، بعدی هم خراب بشه، و شما مثلا 3 تا خرابی رو سرجم بتونید تحمل بکنید، بعد از این 3 تا نوشته شد مثلا 3 × 10^6 بار نوشتن، کل مجموعه رو بعد بندازید دور، در حالی که تعداد زیادی از پیج ها هنوز سالمن. پس این کار خوبی نیست. خوبه چیکار کنیم؟ خوبه نوشتن رو پخش بکنیم. اون 3 × 10^6 بار نوشتن رو اگر روی همه اینا پخش بکنیم، عمر طولانی تری میتونیم روی این سیستم به دست بیاریم. این کاری هست که در واقع سیستم عامل و کنترلر فلش مموریمون به عهده میگیرن تا بتونه عمر بیشتری برای شما فراهم کنه. بریم سراغ بحث بعدی، یعنی ارتباط یا بازها، روش های ارتباطی توی کامپیوترمون. بازهای مختلفی توی کامپیوتر هست، با باز آشنایی دارید، میدونید چی هست، به چه دردی میخوره. تو جاهای مختلف ما بازهای مختلفی میگذاریم. عموما دو تا باز مهمی که داریم بازهایی هستن که CPU ما رو از یه طرف به مموری وصل میکنن. اگه بخوام ساده نگاه بکنم، واقعا این فقط یه مثلا مدل مفهومی هست. یه باز دیگه داریم که به دستگاه های آی او سی پی مون رو وصل میکنه. این بازها با هم دیگه متفاوتن از لحاظ نحوه عمل کردن. ما سی پی مون وقتی میخواد به مموری وصل بشه سرعت خیلی زیاد میخوایم، چون مموری اصولا یه موجود پرسرعت هست به نسبت آی او، ولی در عوض توی آی او ما انعطاف پذیری میخوایم دستگاه مختلف رو بشه اینجا وصل کرد. میشه یه بار مثلا پورت یو اس بی باشه، پورت انواع اقسام استانداردهای مختلف باشه، مثلا هارد آی دی ممکنه میخوایم وصل کنیم، ساتا، اسکازی، الی آخر. در نتیجه این ور ما سرعت زیاد نمیخوایم، معمولا سرعت اینجا خیلی کمتره، ولی انعطاف پذیری و فلکسیبیلیتی میخوایم. این ور سرعت بالا میخوایم، ولی همیشه یک مموری، یه استاندارد خاصی هم معمولا ساپورت میکنیم، مثلا میگیم DDR2 DDR3 DDR4 اینا رو ساپورت میکنیم دیگه، هی نمیخواد مدل های مختلف داشته باشه. پس سرعت اینجا مهم هست. بله، همونطوری گفتم دو نوع باس رو میشه معرفی کرد، اینا رو نکات اساسی رو گفتم. حالا توی هر باسی ما
چه اجزایی معمولا داریم؟ حداقل این دو تا نوع رو داریم، یعنی بعضی از سیم های ما از نوع دیتا محسوب میشن، بعضی سیم های ما از نوع کنترل. اگر بخوایم حالت کلیش رو در نظر بگیریم، معمولا میان میگن سه تا باس شما دارید: باس دیتا، باس آدرس، باس کنترل. معمولا اینطوری هست دیگه. یعنی شما وقتی میخواید مثلا ارتباط با مموری رو هم بکشید، شاید اینطوری بخواید خیلی سادهش بکنید، میگید باس داده یا دیتا باس، باس آدرس و باس کنترل. خب از رو اسمشون هم معلومه هر کدوم قراره چیکار کنه دیگه. این قراره داده رو رد و بدل کنه بین اینا. تازه باز میتونه دو طرفه هم باشه، یعنی یه دونه برای مسیر نوشتن، یه دونه برای مسیر خواندن، میتونه حتی اینم دو تا باشه. آدرس برای این است که بگیم که کدوم آدرس رو میخوایم دسترسی پیدا کنیم. کنترل واسه این است که میخوایم بگیم رایت باشه، رید باشه یا کارهای دیگه. تو مموری خب ممکنه فقط رایت و رید باشه، تو آی او ممکنه امکانات بیشتری هم بخواد. اما خیلی وقتا باز به خاطر اینکه تعداد میتا خیلی زیاد میشه، بعضی از اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنن یا مالتیپلکسش میکنن. مثلا باس داده و باس آدرس خیلی وقتا مالتیپلکس شده است، تعداد بیت ها محدودتره. مثلا تو کلاک اول آدرس رو رد میکنید، تو کلاک بعدی حالا اگه میخوای رایت بکنید دیتا رو از سی پی یو میدید به مموری، اگه رید هست برعکس مموری جواب رو برمیگردونه به سی پی یو تو. پس تعدادی باز به عنوان دیتا لاین، در این حالتی که آدرس و دیتا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم، بازم اسمشو میذارم معمولا دیتا لاین. همطوری گفتم میتونه مالتیپلکس باشه یا سپریت برای آدرس و دیتا. کنترل لاین میگه که چیکار میخوایم بکنیم و عملیات رو هم سنکرون در واقع همگام میکنه بین دو تا جزئی که قراره با هم دیگه حرف بزنن. حالا این دو تا جزئی که میخوان با هم حرف بزنن چطوری همگام میشن؟ دو تا روش داریم، روش های همگام سازی. یکی روش های سنکرون و یکی آسنکرون. سنکرون ها یعنی این که یک کلاک داریم این وسط، یک کلاکی هست که همه با اون سنکرون شدیم. در نتیجه وقتی که سی پی یو و مموری معمولا از نوع سنکرون استفاده میکنن، میگن که خیلی خوب تو کلاک اول من میدونم که سی پی یو قرار است که آدرس رو بگذاره، پس اون چیزی که اینجا گذاشته میشه آدرس هست. در نتیجه مموری هم در سر همین کلاک آدرس رو میخونه و بعد مثلا فرض بکنید دو کلاک بعد جواب رو آماده میکنه و میفرسته. پس همه چیز همگام شده با اون کلاک. در سر این کلاک قرار است که آدرس معنیدار باشه، دو کلاک بعدش هم سر اون کلاک در واقع، یعنی یه جوری باید گفت دیتا رو باید قبل از اون آماده بکنه، سر اون کلاک هم سی پی یو انتظار داره دیتا آماده بشود و بخونه. همه چیز همگام سازیش با استفاده از اون کلاک. خب این جایی قابل استفاده هست که هم شما تعداد بیت کافی بتونید داشته باشید، هم طرفین بتونن با سرعتی مشابه همدیگه با همدیگه حرف بزنن. توی آی او معمولا این اتفاق نمیفته، آی او معمولا خیلی کنتره دستگاه آی او، سی پی شما سریعه. پس بر راه دیگه پیدا بکنیم برای این کار. برای این کار معمولا از روش های آسنکرون استفاده میکنن که دیگه اینجا به شکل کلاک چیزی وجود نداره. برای این کار از روش های هند شیکینگ، دست دادن استفاده میشه. یعنی یه تعداد سیگنال این وسط اضافه میشه که دو نفری که میخوان با هم دیگه حرف بزنن از اون استفاده میکنن. مثلا اگر این سمت فرستنده باشه و این سمت گیرنده، فرستنده یه سیگنالی به اسم ولید اینجا قرار میده که این ولید نشاندنده این خواهد بود که اون داده‌ای که اینجا قرار داده شده، که حالا میتونه هر تعداد بیت باشه، مثلا 32 بیت باشه، این داده ولید هست. پس به این ترتیب یه جوری داره اعلام میکنه به سمت گیرنده با یه چیزی اینجا، مثلا با لبه بالا رونده ولید اعلام میکنه که دیتایی که من اینجا قرار داده ام برای شما، یا همینطور و همینطور فرمانهای کنترلی دیگه که اینجا دارم، مثلا فرمان رید رایت، اینا معتبر هست. خیلی خوب، پس سمت گیرنده با لبه بالا رونده سیگنال ولید میفهمه که میتونه از اون دیتا استفاده کنه و فرمان رو بگیره. اگر فقط از این ولید استفاده بشه و ارتباطمون قرار باشه یک طرفه باشه، بهش میگن هند شیک یا دستکانی یک طرفه، وان وی هند شیکینگ.
اما گاهی اوقات شما برای اینکه اطمینان حاصل کنید، در این حالت فرض بر این است که شما وقتی گفتید ولید، مطمئنی که گیرنده میفهمه که شما دیتا رو ولید گذاشتید، اونم میخونتش، دیگه نگرانی نداره که دیتا این وسط از بین بره. خیلی وقتا اما میخواد اطمینان بیشتری داشته باشید، یا اصلا نوع ارتباطتون جوری هست که ممکنه دیتا این وسط از بین بره یا اون ولید خراب بشه، پس یه سیگنال دیگه به اسم معمولا اکنالج اینجا قرار میدید که در پاسخ از سمت گیرنده ارسال میشه. به عبارتی سمت فرستنده میگه آماده شد دیتا، برش دار. اون وقت برداشت میگه برداشتم. خیالت راحت باشه، پس در واقع طرفین از هم دیگه خبردار شدن، ترانزکشن یا عملیات به پایان میرسه. وقتی که این سیگنال برگشتی رو هم داشته باشیم میگیم که تو وی هندشیک داریم. که دیتا اون ور رسیده؟ نمیاد دیگه، دوباره ناچار سعی بکنه، یعنی یک بار دیگه میفرسته. نه، یه پروتکل برای شما بالاتر از اون تعریف بکنید، مثل مثلا همون چیزی که نمیدونم در شبکه الان گذروندین. نه ببینید، مثلا در واقع شما فرض بر اینه تو اونجا مثلا بحث پکیت های آی پی هست، پروتکلی هست که اطلاعات رو در واقع داره میفرسته رو شبکه و اون ممکنه خراب بشه. یه چیزی، یه پروتکل سطح بالاتر دیگه به اسم تی سی پی هست که توی اونجا مدیریت میشه. مثلا تایم اوت میگذارید، میگید که اگر که ظرف مثلا یه میلی ثانیه من جواب اک رو نگرفتم دوباره میفرستم، ریترانسمیت میکنم. حالا ممکنه پروتکلتون به این شکل باشه که تا ابد ریترانسمیت بکنید، یا نه مثلا بعد از 5 بار ریترانسمیت میگید که این لاین اصلا خراب شده، یه جای اروری ست میکنین، میگید این دستگاه خراب کار نکرد. حتی میتونه این مکانیزم اک چیزهای پیچیده تری هم داشته باشه. مثلا این دیتایی که فرستاده شده ممکنه که یه سری ارور کورکتینگ کد هم همراهش باشه، اون بر چک میکنه میگه با ارور دریافت کردم. اک ممکنه بفرسته که یعنی دریافت کردم، ولی کنارش هم میگه با ارور دریافت کردم. در نتیجه یا حتی میتونه مثلا مشخص کنه کجا رو با ایرور دریافت کردم، در نتیجه اون پیکر خبری ترانسمیت بکنه. اونا در واقع یه پروتکل سطح بالاتری روی این باید سوار کنید که کار کنید. بله. سرکار توی سنکرون اصولا نکته اونجا هم میتونید سیگنال های ولید و اک و اینا رو داشته باشید، ولی مهمش این است که همه چیز با یه کلاکی سنکرون شده. خب اینجا شما اصلا کلاکی ندارید، با لبه ها کار میکنید و با یه فر مثلا اگه پورت سریال باشه یه سرعت انتقالی با هم دیگه توافق کردید طرفین، کلاکی وجود نداره. اینجا هم اگه نکتهتون این است که ولید و اک اینجا هم میتونه وجود داشته باشه. بعد با اگه سریال باشه یه توافقی بین طرفین لازمه که مثلا چند بیت چطوری باید بیت ها رو تلقی بکنی. البته اونم باز همیشه لازم نیست، توی مثلا سریال پورتی که ما اینجا داریم معمولا استفاده میکنیم تو کامپیوترامون هست، ولی شما میتونید انکودینگ هایی داشته باشید که خود اون برای 0 و 1 بتونه در واقع همراه با خودش اطلاعات همگام سازی رو هم ببره. چطوری؟ مثلا فرض بکنید شما برای انتقال 1 یه دونه لبه مثبت میخواد بفرستید، برای انتقال 0 برعکس لبه منفی میخواد بفرستید. در نتیجه توی هر 0 یا 1 که میخواد بفرستید یا یه لبه مثبت یا یه لبه منفی وجود داره. از روی این اطلاعات میتونید در واقع سرعت ارتباط طرفین رو با هم همگام بکنید. خب موضوع وقتی که فقط یه فرستنده گیرنده داشته باشیم، موضوع به همین سادگی خاتمه پیدا میکنه با این سیگنال ها. ولی خیلی وقتا موضوع از اینم یه مقدار پیچیده تره، یعنی حداقل یه چیز دیگه لازم داریم. یه کسی لازم است، اگر فرض بکنیم که ما یه باس داریم، یه باس مشترکه و قرار است که چند نفر از این استفاده بکنن، چند تا دستگاه، و هر کدومشون هم میتونن فرستنده یا گیرنده باشن. در این حالت مشکلی که پیش میاد مشکل دسترسی مشترک به این باس هست. یعنی ممکنه فرض بکنید شماره 1 و شماره 2 همزمان درخواست بخوان یه دیتایی رو برای 3 بفرستن. خب اینا هر دوتاشون میان رو باس با هم دیگه دچار تداخل میشن. اینو باید چطوری حل کرد؟ برای این کار از روش‌های آربیتریشن داوری استفاده میشه. روش‌های مختلفی هست. یه روش سادهش این است که شما یک داور این وسط قرار میدید، هر کسی یه ریکوست
میفرسته برای این داور، یعنی اگر میخواد به باز دسترس پیدا کنه اول به داور درخواستش رو اعلام میکنه. پس هر کدوم از اینها یه دونه ریکوست دارن و داور هم برای هر کدوم از اینها یک جواب یا گرانت میفرسته. خب اینطوری اولا مشکل حل شده دیگه، همه به اون داور وصلن، داور میتونه بین اینا مثلا پرایوریتی برقرار بکنه یا به هر روش دیگه ای، مثلا فرض کن میگه یک اولویت داره، بعد دو، بعد سه. پس اگر ریکوستی از یک اومده بود به بقیه جواب نمیده، ولی در غیر این صورت مثلا دو یا سه میتونن شروع کنن کارشون رو انجام بدن. یه روش ساده، روش متمرکز داوری اینی است که اینجا میبینیم. روش های دیگه ای هم هست، باز تو درس های مثل ریز برازنده باهاشون آشنا خواهید شد. پس این در زمانی مورد نیاز هست که ما چند تا مستر داشته باشیم. هر کسی که میتونه کنترل باس رو در اختیار بگیره بهش میگن مستر. بعضی وقتا ما بعضی دستگاهامون کنترل باس رو هیچ وقت نمیتونن در اختیار بگیرن، به اونا میگیم اسلیو. مثل چی؟ مثل مموری. مموری قرار است که همیشه در خدمت باشه، قرار نیست خودش کنترل باس رو در اختیار بگیره. یعنی اگر این سه مموری باشه، یک و دو ممکنه بخوان هر توش روش بنویسن، پس اون دوتا میتونن مستر باشن، ولی این همیشه اسلیو هست. بعضی دستگاه میتونن هم مستر باشن هم اسلیو. مثلا دو تا پردازنده اگه داریم، میتونه گاهی اوقات این بخواد بنویسه یه دیتایی به اون بده، پس این میشه مستر، اون میشه اسلیو، یا برعکس اون میخواد بنویسه اطلاعاتی رو در اختیار این قرار بده یا یه جایی یه اطلاعاتی رو بفرسته واسه اون، میشه مستر، میشه اسلیو. خیلی خب، پس بازهای مختلفی داریم، نکات مختلفی هم در مورد هر کدومشون ممکنه وجود داشته باشه. یه مقایسه راجع به تعدادی از بازهای معروف آی اوی که داریم اینجا دیده میشه: فایر وایر، یو اس بی، پی سی آی اکسپرس، ساتا، سریال آتا و اس ای اس، سریال اتچد، اسکازی. این هم بازی نمونه دیگه از اون هست که اسکازی پارالل بوده، حالا الان سریال شده اس ای اس. بر اساس معیارهای مختلفی میشه اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد، اینکه اکسترنال هستند یا اینترنال، که چه تعداد دیوایس رو میشه همزمان به اون باس وصل کرد. همونطور که میبینید باسهایی مثل USB تعداد زیادی رو میتونن ساپورت کنن. باس PCI Express باس خیلی مهمیه، یواش یواش این روزا استاندارد شده، سرعت خیلی بالایی رو فراهم میکنه. باس PCI استاندارد پارالل بود، PCI Express شده سریال، ولی به جاش فرکانس کاریش خیلی رفته بالاتر، در نتیجه سرعت انتقال اطلاعاتش از PCI هم زده جلو، به خصوص که میتونید چندین خط ازش داشته باشید، چندین لین ازش داشته باشید. تعداد بیت هایی که توی هر کدوم از استانداردها استفاده میشه اینجا گفته شده، حدود 4 معروف به اینه، بیشترشون میبینید 4ن، بعضیشون 2ن. تعداد بیت ها میبینید خیلی کم شده. سریال که میگیم اینجا دیگه لزوما معنیش نیست که فقط یه بیت قراره منتقل بشه، تعداد بسیار کمی بیت، حالا مثلا این 2 بیت میتونه یکیش رفت باشه یکیش برگشت باشه. حد اکثر پهنای باندی که فراهم میکنن، تعداد بایت پر سکندی که فراهم میکنن، حدود اعدادش رو تو ذهن داشته باشید به درتون میخوره. وقتی آدم میخواد بره دستگاهی بخره، میخواد ببینه که کدوم بهتره برای اون کاری که میخواد، فایر وایر بوده 100 مگ، یو اس بی حد اکثر 60 مگ، مگا بایت البته بیت بشه میشه 480 دیگه، اینجا 250 مگ، میبینید عدد بسیار بزرگی هست. ضمن اینکه تعداد لین هاش میتونه خیلی زیاد بشه، 1x یعنی یه لین، یعنی یه خط پی سی اکسپرس، 32x یعنی 32 تا، و 32 ضرب در این میتونید با پی سی اکسپرس پهنای باند بگیرید. ساتا 300 مگ، در حالی که استاندارد معادل همین که پارالل بود 100 مگ اکثر سرعتش بود. اسکازی هم 300 مگ. یه نکته مهم دیگه این است که هات پلاگ هستن. هات پلاگ بودن یعنی اینکه وقتی دستگاه داره کار میکنه میشه اون دستگاه پردازنده داره کار میکنه میشه اون دستگاه قطع کرد یا نه. در مورد دیسکا میدونید دیگه، مثلا فلش مموری ما هر لحظه کامپیوترمون داره کار میکنه، وصل میکنیم قطع میکنیم، خب خیلی امتیاز خوبی هست دیگه. فایر وایر، یو اس بی تقریبا بیشتر استانداردها این روزا هستن. پی سی آی اکسپرس نه، معمولا نه، چون معمولا یه باس داخلیه، شما وقتی میخواید اتصال برقرار کنید بعد کامپیوترتون خاموش کنید. تعداد یعنی چند متر طول سیم میتونه باشه هم میتونه معیار مهمی باشه. تو اسکازی میبینید حدود 8 متر، یعنی یه دیسک رو میتونید 8 متر دورتر از کامپیوترتون قرار بدید، ولی در مورد ساتا فاصله معمولا خیلی کمتره. اینم که استانداردی هست که در مورد هر کدوم از اینا ست شده. یه باس یه پی سی معمولی رو بخواید در نظر بگیرید بد نیست باش آشنا بشین. دو تا اصطلاح هست توی اون شکلی که اینجا کشیده بودم،
البته بعد معکوس بکشم واسه اینکه اسم گذاری درست بشه. معمولا باسی که با مموری ارتباط برقرار میکنه رو بهش میگن نورث بریج، باس شمالی. اونی که با دستگاه آی او میخواد برقرار کنه بهش میگن ساوت بریج، دست باس جنوبی. تو این شکل بهتره، حالا اون شکل رو نگاه نکنید، اینجا بهتر دیدمش. تو پرازنده تون اون بالا قرار گرفته، میتونه چند تا پرازنده باشه. پرازنده معمولا به یه کنترلری وصله که مربوط به همون نورث بریج هست، پل شمالی. اینجا ارتباط با مموری برقرار میشه و این باسی که این وسط قرار میگیره، یعنی بین مموری کنترلر و پرزندهش، میگن فرانت ساید باس، باس سمت جلو. و معمولا سرعت بسیار بالایی داره و ترانسفر ریت خیلی بالایی هم داره، 10.5 گیگابایت بر ثانیه. در نتیجه هر دستگاه خیلی سریعی که دارید باید به این وصل بکنید. خب مموری که بدیهی بوده، از قبل هم برای ارتباط با مموری اینجا گذاشته شده، اما دستگاه سریالی هم الان داریم، دستگاه آی اوی هم داریم که اینقدر سرعتشون زیاده که به این وصل میشن، به پایینیه وصل نمیشن. مثلا پی‌سی‌آی اکسپرسی که سرعت بالا بخواد داشته باشه، لین‌های زیاد، 4 گیگابایت بر ثانیه، خب طبیعتاً باید به یه جایی وصل بشه که بتونه باس مربوطه پاسخگو باشه دیگه. این 4 اون 10.5، خب این میتونه جوابگو باشه. بین این پل شمالی و پل جنوبی یه سری باس دیگه هست. اگر باز استاندارد قدیمی تر تا 3-4-5 سال پیش رو نگاه بکنی دیگه این PCI Express دیده نمیشه، ولی الان این گفتم یکی از دلایل اهمیتش همین است که این استاندارد دیگه تونسته یه باس ویژه بین این دوتا هم حتی قرار بگیره. قبلا یه باس ویژه اینجا قرار میگیره، این اومده اینجا 2 گیگابایت بر ثانیه ارتباط برقرار میکنه. یه باس دیگه هم این پایینه رو بهش میگن Enterprise South Bridge. خب Enterprise South Interface ESI باس، باز یه باس دیگه است موازی با این. این دوتا رو هم دیگه پس 4 گیگابایت فراهم میکنن. خب پس پهنای باندی که اینجا هست به نسبت اینجا خیلی کمتره، 10.5 بود، این دوتا با هم دیگه تازه 4 تا. پس قاعدتا دستگاه های مجموع دستگاه هایی که به پایینی میتونید وصل کنید نباید از این بزنه بالا، در واقع اینو باید سرعتشون کمتر باشه به نسبت این. به همین دلیل است که این یکی که 4 گیگابایت خودش به تنهایی بود و مستقیما به مموری کنترلر وصل کردن. یه چیز دیگه که معمولا اینجا وصل میشه گرافیک کارتتونه، کارت گرافیکتون هم معمولا اینجا وصل میشه چون سرعت بالا میخواد. حالا اینجا میتونید ساتا داشته باشی، کیبورد و ماوس، USB و PCI های قدیمی، اینا PCI های قدیمی هستن، یا برای ارتباط با CD و DVD تون آتای قدیمی باز داشته باشید. شبکه هم به پایینی معمولا وصل میشه. شبکه البته باز شبکه داریم تو شبکه 10 مگ 100 مگ به پایینی وصل میشه، معمولا 1 گیگ یا بالاتر به بالایی وصل میشه چون باز همون ترانسفر ریتش خیلی بالا میره، در اون حالت به بالایی وصل میشه. سوالی نیست؟ این هم باز خوبه که باش آشنایی داشته باشیم، در اینکه رو کامپیوتراتون اگه علاقمند باشید یا یه بار کامپیوترتون رو باز بکنید اینا رو به صورت چیپ های جداگونه میبینید. یه وقتی میرید مادربورد بخرید بهتون میگه که مثلا این چیپست 975 اینتل. خب معنیش چیه؟ معنیش این است که این دوتا چیپی که توش وجود داره از سری 975 اینتل، که حالا 975 داریم 945 داریم، سرعتشون با هم فرق داره. اینا رو باش آشنایی داشته باشید خوبه. بریم سراغ مدیریت آی او. خب ما چندین برنامه داریم روی کامپیوترمون اجرا میکنیم. این برنامه همشون با هم دیگه ممکنه بخوان به دستگاه آی او ما دسترسی داشته باشن دیگه، بالاخره کم کم به دیسک احتیاج دارن. حالا اگه قرار باشه همه اینا همزمان با هم دیگه به دیسک دسترسی پیدا کنن، کارشون با هم دیگه قاطی میشه دیگه. یه نفر یه تیکه دیسک رو نوشته، یه نفر دیگه هم شروع بکنه همون تیکه رو بنویسه، خب خراب میشه دیگه. پس بعد چیکار کنیم؟ کاری که میکنیم این است که سطوح ابستراکشن دوباره میگذاریم، یعنی اگر اینجا هاردورمون باشه یه سطح این بالا قرار میدیم او اس و اپلیکیشن هامون میرن این بالا قرار میگیرن. اپلیکیشن دسترسی مستقیم به هاردور نداره، برای اینکه به دستگاه آی او دسترسی پیدا کنه باید از طریق او اس عمل بکنه. تو در سیستم عامل بیشتر راجع به اینا صحبت خواهد شد. این اینترفیسی که این وسط قرار میگیره بهش میگن سیستم کال، یعنی یک درخواست از سیستم عامل، فراخوانی سیستم عامل در واقع. مثلا شما میخواید یه چیزی روی دیسک بنویسید، مستقیما نمیرید پورت دیسک رو باز بکنید چیزی توش بنویسید، میگید به سیستم عامل که رو فایل فلان برو فلان اطلاعات رو بنویس. دیگه سیستم عامله که میفهمه که اون فایل کجای دیسک، چه فرامینی رو باید به کنترلر دیسک بده، همه اینا به عهده
اون هست. حالا سوال اینه که خب قبول، اپلیکیشن ما رفت پشت سر سیستم عامل قرار گرفت، خود سیستم عامل حالا چیکار میکنه؟ چطوری میاد با این دستگاه آی او ما ارتباط برقرار میکنه؟ چه روش هایی هست؟ یه چیزهایش رو قبلا آشنایی دارید، مثلا میدونید که وقتی که میخوایم با از وضعیت یه دستگاه ورودی خروجیمون اطلاع حاصل بکنیم، یعنی کسب اطلاع از وضعیت آی او، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ دو تا روش هست، یکی بهش میگفتیم پولینگ، یکی دیگر میگیم اینترنت. پولینگ چیکار میکرد؟ پولینگ چیزی بود که تو بیسیک کامپیوتر هم وقتی داشتیم اینستراکشن ستش رو مرور میکردیم دیده بودیم دیگه، یه لوپ مینویسیم که این لوپ هی میره مرتباً از اون دستگاه آی او وضعیتش رو میخونه، می‌بینه که آماده هست، آماده نیست. مثلا یه پرینتر اگر دارید می‌خواید یه بایتی توش بنویسید، نگاه می‌کنید پرینتر کارش تمام شده یا نه. اگر نشده بود دوباره انقدر این کار انجام میدید تا بالاخره پرینتر آماده باشه تا بالاخره بنویسید. پس این میشه سرکشی، پولینگ. اینترآپت ولی این بود که میگفتیم نه، من همه کار رو میذارم به عهده خود اون دستگاه، وقتی دستگاه کارش تموم شد به من اینتراپت میده، به من خبر میده که من آمادم، کارم تموم شده، پرینتر میگه من آمادم، پس حالا شما اگه بایت دیگری داری به من بده که من برات بنویسم، پرینت بکنم. اینتراپت ها یه چیز دیگه به اسم اکسپشن هم داریم، اینو توی ورچوال مموری دیده بودیم. اکسپشن نمونهش پیج فالت. پیج فالت چی بود؟ شما داشتین یه دستوری رو اجرا می‌کردین، یه اینستراکشنی، خب این اینستراکشن اومدیم یه به یه آدرسی توی حافظه داشت دسترسی پیدا می‌کرد، اون آدرسه ممکن بود موقع نگاشت انجام دادنش، یعنی توی پیج تیبلمون ببینیم که اون انتری ولید نیست، یه بیت ولید داشت دیگه. اگر این ولید بود یا پیج مربوطه توی حافظه نبود، میومد یه اکسپشن از نوع پیج فالت رخ میداد. خب اینتراپت هم یه جوری شبیه اکسپشن دیگه، یعنی یه اتفاقی این وسط داره میفته، منتها فرقش اینه که اکسپشن در اثر اجرای دستورات داره رخ میده، مثل پیج فالت، مثل زمانی که مثلا شما دارید تقسیم انجام میدید ولی تقسیم بر صفر انجام میدید، یه اکسپشن، یه اتفاق ناخوشایند در حین اجرای دستورات داره رخ میده. پس یه اتفاق داخلی پردازنده است، در واقع این اینستراکشن داخل پردازنده داشت اجرا میشد دیگه. اینتراپت هم کما بیش همین هست، منتها به اصطلاح منشأ خارجی داره دیگه، یه دستگاه آی او قرار است که اتفاقی رو ایجاد بکنه. پس سیستم عامل باز هم به اون وجه بود، اکسپشن رو هم سیستم عامل قرار بود هندل بکنه، اینتراپت رو هم قرار سیستم عامل هندل کنه. این منشأ خارجی داره، این منشأ داخلی. این معمولا نه همیشه سنکرون با اینستراکشن ها هست، ولی این نه هر لحظه‌ای ممکنه رخ بده، وسط یه اینستراکشن ممکنه رخ بده، شما پس بین اینستراکشن ها بهش جواب میدید، این ربطی به یه اینستراکشن خاص نداره. خیلی خوب، پس یه نکته در مورد کارکرم و دستگاه اون بود که از کجا بفهمیم که وضعیتش چطوریه، یکی از این دوتا رو استفاده میکنیم. یه سوال دیگه که باید پاسخ داده بشه این است که چطوری اطلاعات رو در اختیار اون دستگاه قرار میدین، یعنی تبادل اطلاعات با دستگاه آی او، خب این چطوری میتونه انجام بشه؟ قاعدتاً ما باید یه تعدادی تو دستگاه آی اومون، ما یک تعدادی فضای ویژه داریم، یه تعداد سبات داریم، رجیستر. توی سی پی یو قبلاً رجیسترها رو دیده بودین دیگه، رجیسترها تو سی پی یو به چه دردی میخوردن؟ توی سی پی یومون یادتونه دیگه، مثلا اینستراکشن رجیستر داشتیم، کاربردش این بود که اینستراکشن میومد اینجا، از اینجا برای دیکود کردنش استفاده میشد، یا پی سی داشتیم، پروگرام کانتر یا آکومولاتور الی آخر. توی دستگاه آی او هم شما عملاً یه تعداد رجیستر دارید. پس اگر این یه دستگاه آی او باشه، مثلا کنترلر دیسک، توی این معمولاً شما یه تعداد دوباره سبات دارید. این سبات ها معمولاً به سه دسته تقسیم میشن، سبات های کنترل رجیستر، سبات های وضعیت
استیتوس رجیستر و ثبات های داده دیتا رجیستر. نقش هر کدوم چیه؟ کنترل رجیستر از اساسش معلومه. اگر اینجا چیزهایی که شما می نویسید به عنوان فرمان تلقی میشه، مثلا توی این کنترل رجیستر شما می نویسید که بنویس توی بلاک شماره 1024، خب این فرمانه، میاد توی اینجا قرار میگیره. کنترلری که این دستگاه آی او داره از این استفاده میکنه، این کنترلرش هست. خود این دیسک کنترلره، خود این دیسک کنترلر هم یه چیپی داره، یه قسمتی داره که کل سیستمو داره کنترل میکنه، کل دیسکو داره کنترل میکنه. این از این کنترل رجیستر فرمان میگیره. پس این در واقع اینطوریه. خب بعضی وقتا این کنترلر میخواد یه اطلاعاتی رو در اختیار سیستم عامل یا در اختیار نرم افزارمون قرار بده. از طریق استیتوس رجیستر این کارو میکنه. ثبات وضعیت، مثلا اعلام میکنه که فرض بفرمایید تعداد سکتورهای خراب رو دیسک رو اعلام میکنه، یا میگه شماره دیسک، شماره سکتور خراب چی هست. مثلا ممکنه فرمانی که داده شده این باشه که فلان سکتور رو چک بکن، این وضعیتش رو اینجا گزارش میده. پس اینا برای اطلاع از سمت کنترلر به سمت سیستم عامل هست. و دیتا رجیستر معمولا مشابه کنترل رجیستر، منتها خب طبیعتاً دیتا رو داره دیگه. میخواید رایت انجام بدید، اینجا میگید که میخوام رایت بکنم، میگید چی رو میخوای رایت بکنی؟ اون چیزی که تو دیتا رجیستره. پس اول باید دیتا رجیستر رو بنویسید، بعد اونجا بگید که عملیات رایت رو انجام بدید. و برعکس، اگه میخواید خواندن انجام بدید، اول میگید که کدوم سکتور رو بخون، بعد این وقتی کارش رو انجام داد تو این دیتا رجیستر سکتور رو، اون دیتا رو در اختیار شما قرار میده. پس این هم در واقع ارتباط دو طرفه با بیرون داره. استیتوس رجیستر معمولا خواندنی است، کنترل رجیستر فقط نوشتنی. این ساختار کلی هست. حالا سوال اینه که این رجیسترها اصلا کجا هستن؟ ما رجیسترهایی که تو سی پی مون داشتیم میدونستیم کجاست دیگه. یعنی یه دونه سی پی یو کشیده بودیم اینجا، مثلا همون باس معروفی که داشتیم اینجا گذاشته بودیم، بعد مثلا آی آر داشتیم، باز میگفتیم آی آر مستقیما در اختیار برنامه ما نیست. بعد تنها رجیستری که در اختیار برنامه بود اون آکومولاتور بود، بقیه رجیسترها اصلا در اختیار برنامه‌مون نبودن، در اختیار برنامه‌مون نبودن. برنامه نمی‌تونست مستقیما تو هیچ کدوم از اینا چیزی بنویسه، برای اجرای دستورات ازشون استفاده می‌کرد. سوال اینه که این رجیسترها کجان؟ این رجیسترها هم مشابه بقیه رجیسترهایی که ما تو سی پی مون داشتیم یه جایی بعد گذاشته شده باشن دیگه. ایده ای دارید؟ نمیدونم قبلا راجبش صحبت شده. چیزی گفته نشده. خب ببین، اینا قاعدتا نحوه پیاده سازیشون همینطوریه که کشیدم. یعنی یک جایی داخل اون قسمت الکترونیک کنترلر دیسکتون شما یه سری رجیستر قرار دادید. خب رجیسترها واقعا رجیستر هم مثل همون رجیسترهایی که توی سی پی یوتون داشتین. بعد سیم کشی اینها که چطوری هست و چطوری به هم وصل میشن و اینا رو توی ریز پردازنده میخونید. ولی از دید ما تو درس معماری کامپیوتر اون چیزی که مهمه این است که حالا چطوری به اینا میتونن دسترسی داشته باشن. دو تا روش هست. یکی بهش میگن مموری مپت آی او، یکی رو میگن سپرت آی او یا آی او اینستراکشن. دست هر دوتاش یکی. خب این معنیش چیه؟ شما بعضی وقتا بعضی پردازنده ها اینطوری هن که شما یه قبلا گفته بودیم راجع به فضای آدرس دهی صحبت کرده بودیم دیگه، گفتیم توی آدرس اسپیسمون کل فضایی که پردازنده میتونه بهش دسترسی داشته باشه رو بهش میگیم آدرس اسپیس، فضای آدرس دهی. بعضی پردازنده ها میان بخشی از این فضای آدرس دهی رو در اختیار دستگاه آی او قرار میدن، توافق میکنن که مثلا از آدرس فرض بفرمایید اون قسمت بالای حافظه یه قسمتی مثلا 64 کیلوبایت این مپ میشود به این رجیسترها. به عبارت دیگه اگه توی این آدرس مثلا رایت بکنید، اینا هم توافقه، دقیقاً مشخصه این آدرس ها چیه. رایت کردن تو این آدرس مثلا معنیش این میشود که توی کنترل رجیستر دیسکتون یه چیزی نوشتین. خواندن از آدرس بعدیش یا حتی از همون آدرس میتونه به معنی این تلقی بشود که از استیتوس رجیستر دیسک کنترلرتون چیزی رو خوندین. و همینطور یه آدرس دیگر هم مپ میکنن که به قسمت دیتا وصل بشه. خواندن نوشتن توی اون آدرس میاد روی این دیتا رجیستر.
اینو بهش میگن مموری مپت آی او. چرا؟ چون این دستورات، یعنی در برای کار کردن با دستگاه آی او شما از همون دستورات استفاده میکنید که برای دسترسی به حافظه استفاده میکنید. هیچ فرقی بین مموری و آی او از دید پردازنده شما وجود نداره، از دید برنامه شما فرقی بین این دوتا وجود نداره. اینو بهش میگن مموری مپت آی او. مثال مهمش، یا مثالی که شاید هم باش آشنایی داشته باشین، موتورولا 68000. کامپیوترهای بله با این مطمئنم آشنایی ندارید، ولی با کامپیوتر اپل حتما آشنایی دارید. کامپیوترهای قدیمی اپل از این برازنده استفاده میکردن. اپل زمانی که معرفی شد با 68000 بود، بعد 68020C معادل 286 و 386 و اینا ارائه شده بود. حالا بعد از اون به دلیل مارکتینگ و اینا، به دلیل بازار رفتن سراغ پرزنده های اینتل. بعد از اون پرزنده موتورولا استفاده میکردن و پرزنده که استفاده میشد 68000 جزء اولیناش بود، مموری مپت آی او استفاده میکرد. روش سپریت آی او حالا چیه؟ برخلاف اینجا که میاد دستورات آی او و مموری رو عین هم نگاه میکنه، اونجا میاد یه فضای آدرس دهی مجزا برای آی او معرفی میکنه، آی او ادرس اسپیس. اینو میگه مموری ادرس اسپیس، اون یکی میگه آی او ادرس اسپیس. منتها برای دسترسی به این آدرس ها شما دستورهای ویژه آی او باید استفاده بکنید. دستورهای معمولی حافظه از این فضا استفاده میکنن، دستگاه آی او و دستورات آی او از این استفاده میکنن. دستورهای ویژه داره، دستور این اوت معمولا تو پرزنده های x86 286 386 الی آخر، همین پرزنده هایی هم که این روزا دارید از این سیستم استفاده میکنن. اینو بهش میگن سپریت آی او، به خاطر اینکه آی او و مموری از هم جدا هستن، یا بهش میگن آی او اینستراکشن، به خاطر اینکه قسمت آی او از دستورهای ویژه خودش استفاده میکنه. تو سی مثلا ایمپورت بی، آوتپورت بی، اینا چیزهایی هست که ممکنه باش کار کرده باشید و هر کدومش مزایای معایب خاص خودشو داره دیگه. توی اینجا شما راحتی برنامه‌نویسی رو دارید، توی اینجا در واقع کانسرن رو از هم دیگه جدا کردید. برای کار با آی او بعد دستورهای ویژه آی او به کار برید، فضای بزرگتری هم به نسبت دارید، اون فضای حافظتون رو هم هدر ندادید. سوال بعد. برای هر بایت دیگه نه لزوما. اینجا منظورتونه یعنی معادل اینا هم نه لزوما، ممکنه این قسمت استدیو رجیسترتون تعداد زیادی رجیستر بایت باشه، کاملا بستگی به طراحیتون داره. سوال حل شد. برای چیزی نشدن سوالتون این بود که این سبات ها کجا؟ سبات ها جوابش دادم، جوابش این بود که سبات ها داخل خود کنترلر هستن. سوالم بعدش این بود که خیلی خوب، این که داخل اینجا هستن ما چطوری بهشون دسترسی پیدا میکنیم از طریق نرم افزار؟ نرم افزارمون کجا اینو میبینه؟ اگر از به عنوان یک قسمت از حافظه ببینش بهش میگیم مموری مپت آی او، یا از طریق دستورهای آی او ببینش بهش میگیم سپریت آی او یا آی او اینستراکشن. خب تعداد زیادی از اسلایدها رو عملا این مبحث میپوشونه. بذارید من یه نگاه سریع بندازم چیزی جا نمونده باشه که این قسمت رو ببندیم. پولینگ و اینترآپتن رو جوش صحبت کردیم. بله. استاتوس وضعیت رو قرار بود نشون بده. شما اینجا مثلا یه فرمانی میدید وضعیت خود کنترل، مثلا پرینتر میتونه وضعیت خودش که الان مشغول پرینت هستم، یا مثلا پیپر جم رخ داده، پیپر جم شده، یا مثلا تونر ندارم، همه اینا رو میتونه از طریق این گزارش بده. این رید اونلی، اون رایت اونلی معمولا. خب میمونه DMA و بعدش هم بحث رید که خب یه مقدار طولانی تری میذارم برای جلسه بعد. برای کویز اصلا نمیشه نگیرم، یعنی جدی